دوستان خوب من سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز اومدم خدمتتون یک سلام بکنم، یه خدا قوت ویژه بگم و بگم مرداد ماه احتمالاً اونایی که دارن خیلی خوب کار میکنن، خب برنامه هاشون روتین داره جلو میره. پس امروز اومدم با کی کار دارم؟ با اون بچه هایی که نمیتونن منظم درس بخونن. یه تعدادی از دانش آموزان کنکوری هستن که میگن که ما نمیتونیم با برنامه درس بخونیم. اینکه به ما یک برنامه یه هفته ای، دو هفته ای، سه هفته ای بدید و بگید تو این ساعت اینجوری درس بخون، تو این ساعت اینجوری درس بخون، انقدر بخون، من نمیتونم انجام بدم. و تعدادشون هم کم نیست خیلی. روی صحبت من امروز با این بچه هاست که نمیتونن نظم خوبی داشته باشن. اولین پیشنهادم هم اینه که بچه ها شما بیاین صبح اول وقت که بیدار میشید، حالا ساعت 5 صبح بیدار میشی، 6 صبح بیدار میشی، 7 صبح بیدار میشی، هر ساعتی که بیدار میشی برنامه اون روزت رو بنویس. به طور مثال امروز مثلا چهارشنبه است، من صبح بیدار شدم، چجوری برنامه رو بنویسم، چجوری کارم رو شروع بکنم. ببینید مثلا چهارشنبه مثلا 11:05 من میخوام چیکار بکنم؟ قسمت میکنم کارم رو دو قسمت، قسمت صبح و قسمت عصر. صبح چیکار میخوام بکنم؟ ببینید بیاید برای خودتون باکس تعریف بکنید. اولین باکسی که براش میخواید بذارید، به طور مثال رشتهتون تجربیه، کنکوری تجربی هستید و میخواید زیست بخونید. خب اول زیست میذارین. به طور مثال اگر تمرکز داری، حوصله داری، کاری میتونی با ساعت کارت رو جلو ببری، اینجا ساعت برای خودت بنویس. مثلا زیست 10 به طور مثال 2 ساعت. نمیتونی این باکس رو چیزی تو این دایره ننویسی، ساعت رو ننویسی، هیچ اشکالی نداره. قسمت بعدی میخوای درس مثلا فیزیک بخونی، فیزیک رو باید فیزیک 12 رو بخونی. اگر باز میتونی برای خودت تعریف بکنی مثلا 1.5 ساعت فیزیک است. کار دیگر اینه که میخوای که مثلا تمرین های شیمی تو انجام بدی، شیمی مثلا 10 یا شیمی 3، هر کدوم کاری داری. اینجا دوباره اگر میتونی ساعت میذاری، اگر نمیتونی اصلا ساعت نمیذاری، ولی برنامه صبحت رو معلوم میکنی. خب این میشه کار صبحت، میری نهار میخوری، بعد میخوای برنامه عصر رو انجام بدی. شما داری این رو صبح اول وقت مینویسی. برنامه عصرت چی باشه؟ برنامه عصرت دوباره 3 تا باکس تعریف میکنی. ببینید این 3 تا باکس چی بذارم؟ دوباره زیست تو برنامه خواهد بود و فیزیک خواهد بود و این دفعه مثلا ریاضی. حالا یک نفر به من میگه که من نمیتونم مثلا 4 تا درس تو یک روز بخونم، برای من سخته. اشکالی نداره، شما میخوای 2 تا درس بخونی، 2 تا باکس یه درس، این درس شماره 2، دوباره 2 تا باکس همون درس، این درس شماره 2. اما من اینو اصلا پیشنهاد نمیدم. بهترین حالت اینه که شما 3 یا 4 تا تخصصی رو تو روز داشته باشید. برای بچه هایی که تازه میخوان شروع بکنن و میخوان یه برنامه‌ای بنویسن که اجرایی باشه، هر جوری که میتونید بنویسید، هیچ اشکالی نداره. خب باز اگر تونستید مثلا ساعت می نویسید و قابلیت اجرا داشته باشه. اگرم نتونستید که خب ساعت نمی نویسید. خب اگر ساعت ننوشتم چی کار کنم؟ اگر ساعت ننوشتی و فقط درس گذاشتی، جلوش ساعت اجرایی رو بنویس. مثلا برنامه رو صبح نوشتی، مثلا شما 8 صبح شروع برنامت بوده، اینجا زیست 10 مثلا فصل 2 رو خوندی، مثلا 1 ساعت و 20 دقیقه خب می نویسی. فیزیک 3 رو خوندی، مثلا 1 ساعت می نویسی. شیمی رو خوندی، مثلا 1 ساعت و 10 دقیقه می نویسی. خب به همین ترتیب درسای دیگر رو. شب میای ساعتهاتو نگاه میکنی، میبینی مثلا 6 تا برنامه گذاشته بودی، 6 تا باکس تعریف کرده بودی، 1، 2، 3 مثلا این رو اجرا کردی، 4 تا برنامه رو اجرا کردی. دوباره فردا پنجشنبه صبح اول وقت شروع میکنی، برنامه فردا پنجشنبه رو مینویسی و سعی میکنی 1 هفته هر صبح برای خودت برنامه بنویسی و شب بازخورد به خودت بدی.
بعد از یک هفته احساس میکنی به یک نظم نسبی رسیدی، دیگه میتونی خودت رو کنترل بکنی و با دیدن برنامه هر روزت متوجه میشی که چه درسایی رو تونستی براش وقت بذاری، حالا بر اساس علاقت، وقتت، هر چیزی. کاملا میتونی به خودت بگی که من توی این یه هفته چه الگویی رو پیروی کردم. برای هفته بعد میتونی دوباره همین کار برنامه روزانه بنویسی یا یک برنامه یه هفته‌ای بنویسی. این به شما بستگی داره. پس شروع کنید این کار رو انجام بدید، مطمئنم نتیجه میده. تا ویدیوی بعدی.